درود به همه یاران و همراهان عزیز. مدت طولانیه که با هم نشستیم توی این نقطه صحبت بکنیم و دیروز من یه ویدیو رو گذاشتم روی اینستاگرام که از فاجعه بزرگی که توی جنوب تکساس پیش اومده براتون گفتم و خیلی از دوستان ناراحت شده بودن، گفتن خب پس حالا ما نخواهیم داشت فیسبوک لایو رو. نه عزیزان، اینجوری نیست و اینجا ایالات متحده آمریکاست، اینجا ملاها حکومت نمی‌کنن، اینجا حتی اگر مشکل بزرگی هم پیش بیاد خیلی راحت میتونن این مشکلات رو حل بکنن. کیفیت اینترنت میبینید خیلی هم خوب هست، تلفن ها کار میکنه، برق، تلویزیون، همه چیز سر جای خودش هست. خب سیل هم میاد و میره، اینجا که من الان نشستم باهاتون صحبت میکنم تقریبا تا حدود یک متر فقط توی همین منطقه، حالا به متر میگم که خودتون بدونید چقدره، توی همین منطقه سیل بود. من ویدیوهاش رو روی اینستاگرام خودم گذاشته بودم، تمام همسایه‌ها با قایق این ور اون ور می‌رفتن. چیز نزدیک 12 میلیون نفر گرفتار این مشکلات شدن و حالا تو بخش‌های وضعیت خیلی بدتر هم هست، اما اینجا خوشبختانه چون خیلی بهتر رسیدگی شده وضعیت خیلی بهتر و مناسب‌تره. اما بریم سراغ صحبتمون. امروز راجع به دو سه تا نکته میخوام باهاتون صحبت بکنم که خیلی مهمه. اول اینکه شاید مهمترین خبری که توی اخبار روز هست و زیاد بهش توجه نشده، برخوردیه که پرزیدنت ترامپ با روسیه داشته و به ویژه در روزهای اخیر که سه روز پیش پرزیدنت ترامپ دستور داد که کنسولگری های روسیه در شهرهای بزرگ آمریکا مثل واشنگتن دی سی، مثل نیویورک و همینطور در سان فرانسیسکو اینها تعطیل بشه، مراکز تجاریشون تعطیل بشه، مراکز تجاری روسها. و خب پلیس فدرال آمریکا و CIA توی این مراکز دستگاه های جاسوسی و شنود و اینها رو ردیابی کردند و دستور تخلیه رو دادن تا مورد بازرسی پلیس قرار بگیره. از چند ماه پیش این اختلافات بالا گرفته بعد از اینکه خب عملا روسیه به کریمه حمله کرده بود و اونجا رو بخشی از اوکراین رو زمیمه خاک خودش کرده بود. گرفتاری های زیادی به خود روسیه بهش دوچار شد، تحریم های بین المللی و از G8 سران 8 کشور صنعتی خارج شد، G8 تبدیل به G7 شد. من الان دقیقا نمیدونم آیا من رو صفحه فیسبوک رسمی خودم هستم یا روی صفحه فیسبوک شخصی، اگر دوستان به من این رو یه یادآوری بکنن این پایین ممنون میشم ازتون که بدونم که دقیقا الان روی کدوم یکی از این صفحات اومدم دارم باهاتون صحبت میکنم، چون خودم دقیق متوجه نشدم لحظه‌ای که زدم. و بذارید ببینم از توی کامنت ها، چون کامنت ها هم یکم با تأخیر میاد، من از توی کامنت ها از خودتون از زبون خودتون ببینم که این صفحه فیسبوک رسمیه یا شخصیه روی عمومی. اوکی، مرسی نگین جان و تیگا الکس عزیز. بله، داشتم درباره مسئله روسیه میگفتم، بحث ها و درگیری هایی که هست و خب بعد از این که عملا تحریم های جدید ایالات متحده آمریکا علیه روسیه اعلام شد که در یک بسته، در یک پکیج تحریم های روسیه، رژیم روسیه، رژیم جمهوری اسلامی و رژیم کره شمالی هر سه با هم قرار داده شد، روسیه سعی کرد مثلا اقدامات تلافی جویانه انجام بده که در مقابل دولت ایالات متحده آمریکا هم تعداد زیادی از دیپلمات‌های روسی رو اخراج کرد، روسیه هم در مقابل 700 و فکر می‌کنم 70 نفر اگر اشتباه نکنم از دیپلمات‌ها و مستشاران آمریکایی رو در واقع در روسیه اخراج کرد. درگیری، این درگیری‌ها پشت خط اخبار اتفاق می‌افته تا اینکه خب الان دیگه یعنی مرحله‌ای شده که در اوج جنگ سرد بین اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده آمریکا هم ما شاهد یک چنین رفتارهایی نبودیم، همیشه کانالهایی رو باز نگه می‌داشتن، اما الان دیگه با دستور جدید پرزیدنت ترامپ که مجموعه
کنسولگری ها و دفاتر تجاری حتی روسیه رو هم تو شهرهای واشنگتن دی سی، نیویورک و سان فرانسیسکو تعطیل کردن که مورد اعتراض بسیار شدید روسیه قرار گرفت. این یک مرحله کاملا جدیدیه. شاید بعد نباشه بدونید که بعد از انتخابات همین دوره‌ای که انجام شد و پرزیدنت ترامپ انتخاب شده بود، در شهر سان فرانسیسکو چند نفر از این ایرانی‌ها، ما قبلا در این مورد باهاتون صحبت کرده بودیم، از این ایرانی‌هایی که با لابی جمهوری اسلامی که متعلق به جریان چپ هم هستن و اومدن توی آمریکا به ثروت‌های هنگفت هم رسیدن، اینها که یکیشون اگر اشتباه نکنم آقای به اسم پیشوری یا پیشور یک همچین چیزی بود که توی سان فرانسیسکو اسپانسر شده بود، میلیون‌ها دلار در اختیار گروه‌های تندروی تجزیه طلب آمریکایی، شاید باورتون نشه، قرار داده بود که بیان و عملا اعلام بکنن که درخواست دارن کالیفرنیا از آمریکا جدا بشه و زمینه خاک روسیه بشه. و خب حالا غریب هم نباید باشه براتون که پرزیدنت ترامپ وقتی دستور میده که کنسولگری و دفاتر تجاری روسیه در واشنگتن دی سی و نیویورک تعطیل میشه، چرا سراغ سان فرانسیسکو هم رفته؟ چون در سان فرانسیسکو روس‌ها خیلی سرمایه گذاری میکنن، در دوران جنگ سرد هم در اونجا بسیار سرمایه گذاری کردن، برای همین سان فرانسیسکو یکی از شهرهای کالیفرنیا، سان فرانسیسکو یکی از چپترین شهرهای آمریکاییه و حتی دستور پرزیدنت ترامپ هم، فرمان اجرایی پرزیدنت ترامپ هم وقتی صادر شد اگر خاطرتون باشه، اون 9 دیستریکت توی قضات حالا محدوده نهم اگر اسمش رو بذاریم، اونا وقتی اومدن جلوی پرزیدنت ترامپ موضع گرفتن، دقیقاً توی همین منطقه سان فرانسیسکو بودن و توی روش زندگی هم، روش زندگی سان فرانسیسکویی ها با روش زندگی بقیه قسمت های آمریکا به ویژه مراکز مناطق مرکزی آمریکا خیلی متفاوته و کسانی که توی ایالت های مرکزی آمریکا زندگی میکنن سان فرانسیسکویی ها رو رسما یک جوری کمونیست به حساب میارن، ولی خب این اون سرمایه گذاری بسیار بسیار سنگین مارکسیست ها توی در دوران اتحاد جماهیر شوروی رو توی اون شهر هم نشون میده. من فکر میکنم اقدام بسیار درستی بود. آب پاکی رو دست خیلی، ما دیگه از رسانه های به قولی میگن مینستریم میدیای آمریکایی، رسانه های متعلق به جریان چپ آمریکایی مثل CNN, ABC, CBS, NBC, نیویورک تایمز، واشنگتن پست و NPR دیگه زیاد نمیشنفیم بگن آی یک پشت پرده بین ترامپ و روسیه یک کارهایی داشت انجام میشد، دارد انجام میشه. چون برخوردی که پرزیدنت ترامپ علیه روسها داره میکنه، حتی در دوران پرزیدنت ریگان که یکی از، یعنی میشه گفت سختترین برخوردها رو پرزیدنت ریگان با روسها کرده بود و اون نطق تاریخیش در برلین که به گورباچوف میگه مثل گورباچوف ترن داون دیس وال، و بعد اعتراضات بزرگ خیابونی جوانها در دو سوی دیوار شروع میشه که به فروپاشی در واقع دیوار برلین میانجامه و بعد از اون هم به فروپاشی کل اتحاد جماهیر شوروی. یعنی حتی در دوران پرزیدنت ریگان هم ما شاهد یک همچین برخوردهای سنگینی از طرف رئیس جمهور آمریکا علیه روسها نبوده. خب این یه نکته جالبی بود که توی اخبار شاهدش بودیم. زیاد در اخبار شبکه های فارسی نمیشنوید متاسفانه. شبکه های فارسی ما، من توی یه دوره سعی کردم همین توی یک سال اخیر یک کمی شاید اپگرید بکنیم رسانه های فارسی زبان خودمون رو، به ویژه رسانه هایی که در لس آنجلس هستن، اما متاسفانه مقاومت سنگینه و خب اون عزیزانی هم که دارن تلاش میکنن بخوان فائق بیان به این گرفتاری هایی که اونجاها وجود داره، زیاد نمیتونن دووم بیارن زیر فشارهای سنگینی که هست و اون حالا به قولی استبلیشمنت رسانه های فارسی زبان، اون اقتدار سنتی میشه گفت، اقتدار سنتی که رسانه های فارسی زبان رو داره کنترل میکنه، اجازه نمیده که بخواد حرفهای جدیدی بیاد توش گفته بشه. و من فکر میکنم که نگه داشتن همین خط ارتباطی شبکه های اجتماعی بسیار بهتر و مفیدتر هست و دردسر کمتری هم برامون داره، اعصاب خردی کمتری هم داره، سانسور کمتری هم برامون داره و
حرف ها رو بهتر، راحتتر، بازتر، با مخاطبین بیشتر و مخاطبین جوانتر، سرزندتر و هوشمندتر میشه مطرح کرد. در مورد حالا مبحث دیگه‌ای که می‌خواستم امروز باهاتون صحبت بکنم، چند روز گذشته آقای حسن کامران اگر اشتباه نکنم که از کسانی بود که در دوران ما روزهای گذشته سالگرد 36 سالگرد انفجارهای تابستون سال 60 بعد و اتفاق جالبی افتاد که من میخوام اگر اجازه بدن دوستان قبل از اینکه بحث رو ادامه بدیم یک نگاهی با هم بندازیم به ویدیویی که جمهوری اسلامی توی این روزها پخش کرده، ویدیویی بدون تردید در پاسخ به من دارم میبینم مهدیس از دوستان خوب و همکارانمون در کنگره ملی ایرانیان نگفته پوتین گفته تو نشست سالانه سازمان ملل شرکت نمی کنه. شرکت نکردن پوتین توی نشست سازمان ملل مشکلی برای دنیا ایجاد نخواهد کرد، فقط روسیه رو منزوی تر خواهد کرد در دنیا. و لیزا مایر گفته که جالب بود که روس‌ها فوراً شروع کردن که کاغذهاشون رو بسوزونن. بله اینم از نکات جالبه. وقتی که اعلام کردن، ببخشید من کامنتاری یکم دیر دیدم، وقتی که اعلام کردن دستور پرزیدنت ترامپ اومد که باید کنسولگری‌ها و دفاتر تجاری روس‌ها بسته بشه، بلافاصله مرسی لیزا از یادآوری، روس‌ها شروع کردن به سوزوندن و شرد کردن با دستگاه‌های مخصوص خرد کردن یا خمیر کردن، حتی خمیر کردن تمام اسنادی که وجود داره اونجا. نگران چه چیزی بودن حالا خدا میدونه، اما جالب بود که دولت روسیه، البته این رو هم فراموش کردم بگم، دولت روسیه هم اعلام کرده بود که بعد از اینکه این حادثه اتفاق افتاد گفت که این اقدام آمریکا رو محکوم میکنیم و ما اعتماد نمیتونیم بکنیم به آمریکایی‌ها. آمریکایی‌ها احتمالاً میخوان برن یک سری دستگاه‌های کار بذارن توی این مراکز و اعلام بکنن به دنیا که بله روس‌ها داشتن اینجا جاسوسی می‌کردن. ولی خیلی جالبه، دولت روسیه هست که حواسش نیست که اینجا خب یک بحث تبلیغاتی قضیه هست که خب روس‌ها بتونن بیان شاید توی بحث جنگ تبلیغاتی جنگ رو ببرن و به دنیا اعلام بکنن که بله آمریکا رفت جاسازی کرد مثلا یک سری دستگاه‌های جاسوسی رو در این مراکز ما، در این کنسولگری‌ها و مراکز تجاری ما. ولی روس‌ها متوجه نیستن که سر همه دنیا رو اگر بتونن کلاه بذارن، خب سر همین آمریکایی هایی رو که دارن میرن اونجا رو میگردن و خود آمریکایی که دیگه میدونن که این دستگاه رو اونجا جایگذاری نکردن و آمریکایی که خیلی خوب میتونن بفهمن که کی این کارو کرده. برای همین این رفتار روس ها فقط میشه گفت یک جور جنگ روانی داره، جنگ روانی که مصرف خارج از روابط با ایالات متحده آمریکا میتونه براشون داشته باشه و کمکی عملا بهشون توی این جریانات نمیکنه. اجازه بدید، فروغ راد هم میگه بله شرکت نکردن پوتین در سازمان ملل اصلا اثری نخواهد داشت. و محمد ایرانی گفته ظریف سوتی داده تو توییتر، نمیدونم دقیقا درباره چه سوتی داره صحبت میکنه، اگه تونستین اونجا برام بنویسین. حمید شاهرخ میگه لطفا راجع به کودتای 28 مرداد 32 توضیح بدید. من در این مورد قبلا توضیح دادم توی کتاب رفیق آیت الله هم در این مورد نوشتم. شروین ملکی میگه گفتن نامه‌های عاشقانه ترامپ به پوتین رو آتش میزدن، شوخی جالبی بود. و داوود شیرازی ممنون از عزیزانی که هشتگ جنبش قانون اساسی رو دائم شیر میکنن، مهدی حسینی و بسیار دیگه از عزیزان که دارن این کار رو میکنن. موهازارا کره شمالی هم شیر شده به حمایت کمونیست روسیه، این روسا اسباب بازیاشون رو نمایش میده. مهدی کیوان مرسی از بله، البته از اتفاقاتی که الان افتاده اینه که دولت کره شمالی هم تو این
شیر تو شیری اعلام کرده که بمب هیدروژنی خودشون رو آماده دارن میکنن برای اینکه روی موشک های دوربرد سوار بکنن، موشک های قاره پیما. و حالا نگرانی بزرگی ایجاد شده، روز دیروز در واقع پرزیدنت ترامپ با نخست وزیر ژاپن ملاقاتی داشت که صحبت های بسیار مهمی رو با هم داشتن و همه دارن به این توافق میرسن که به نظر میاد باید برن سراغ گزینه آخر، که گزینه پاک کردن پیونگیانگ از روی کره زمین باشه. و فکر میکنم حالا چینی ها هم دیگه کاملا همراه با آمریکا شدن و حالا باید ببینیم روسیه تا چه حد در کنار این متحد خودش کره شمالی خواهد ایستاد. اما بذارید روی بحث هشت شهریور میخواستم باهاتون یک صحبتی بکنم، ویدیویی که جمهوری اسلامی آورده و پخش کرده. بذارید ببینم میتونم از امکانات تکنولوژی یک استفاده بهتری رو بکنم برای شما عزیزان. اگر این امکان فراهم بشه که مشغول پیدا کردنش هست، جمهوری اسلامی یک ویدیویی رو پخش میکنه در روزهای گذشته که اجازه بدید یکم ببرم شما رو بالا. صدا نداره. لیسانس علوم اداری و مدیریت بازرگانی در سال 1354 با میلود لباس ازدواج میکنند. کشمیری پس از پیروزی انقلاب اسلامی با هدایت مرافقین در دستگاه های دولتی نفوذ میکنند و تا دبیری شورای امنیت ارتقا مییابد. بعد از انفجار هفتم تیر و شهادت آیت الله دکتر بهشتی و 72 تن از اعضای حزب جمهوری اسلامی و نمایندگان مردم در مجلس، مسعود کشمیری از طرف منافقین مأموریت پیدا می کند تا کیف حاوی بمب را به جماران منتقل کند تا حضرت امام خمینی و تمامی مسئولین و مردمی که به دیدار ایشان رفته بودند را در جریان یک عملیات تروریستی به شهادت برساند. پس از ناکامی در انتقال بمب به جماران، منافقین به مسعود کشمیری یا همان عامل نفوذی خود خط می‌دهند تا کیف حاوی بمب را در جلسه شورای امنیت منفجر کند. از اون تاریخ به بعد نام مسعود کشمیری به عنوان تروریست فراری در لیست اسامی تروریست های بین‌المللی اینترپل قرار داده شد تا شاید دولت‌های مدعی ضد تروریسم به دستگیری این جنایتکار مبادرت کنند. خب کشمیری با نام مستعار باقر اعتراف عرب تنت این بخش رو می‌خواستم بشنوید برای اینکه یک دروغ بزرگ از طرف جمهوری اسلامی در این هست. و اگر دقت کردید دوستان، خیلی خیلی سخت بود دیدنش. حالا لینکش رو من از ادمین ها خواهش میکنم این زیر بذارن، عزیزانی که میخوان ببینن لینک رو برن ببینن. اگه خاطرتون باشه چند ماه پیش توی برنامه ویژه‌ای که در صدای آمریکا با مهدی فلاحتی داشتم درباره این قضیه صحبت کرده بودیم و یکی از بزرگترین رازهایی که در کتاب رفیق آیت الله رمزگشایی شده بود مربوط به همین بحث کشمیری بود و اینکه خب اگر این یک تروریست بین المللیه، پس چرا هیچ وقت جمهوری اسلامی از پلیس بین الملل درخواست نکرده که کشمیری و کلاهی، این دو نفری که به عنوان عاملین انفجارهای، ممنون از ادمین‌های عزیز که لینک رو پست کردن، که هیچ وقت چرا جمهوری اسلامی از کشمیری و کلاهی نخواسته که از پلیس بین الملل نخواسته کشمیری و کلاهی رو بیان دستگیر بکنه. هیچ نوتیسی، رد نوتیس یا حتی یلو نوتیس، هیچ چیزی روی وبسایت پلیس بین الملل توی تمام این سالها درباره کشمیری و کلاهی دیده نمیشه. و
این پرسش بسیار بزرگی بود که توی کتاب رفیق آیت الله هم مطرح شده بود. فصل 8 کتاب رفیق آیت الله این پرسش رو مطرح کرده بودم، توی برنامه‌های صدای آمریکا همین رو گفتم، توی اون برنامه ویژه هم مطرحش کردم و خود آقای خامنه‌ای رو مستقیماً ازش پرسیدم که میشه لطفاً بگید برای چی از پلیس بین الملل هیچ وقت نخواستید کشمیری و کلاهی رو دستگیر بکنن؟ شما که میگید همه مسئولین حکومت رو اینها کشتن. یه درودی هم بفرستیم به رامین نیکوی عزیز، دبیر کل کنگره ملی ایرانیان، که الان همراه ما شدن. رامین اگر میتونی بیای بالا خوشحال میشیم، یه چند دقیقه روی خط داشته باشیم. اگر روی تلفنت هستی، اگر روی کامپیوتر نیستی، یه خبری به ما بده که بتونیم بگیریمت. این خود به خود رفت داره ویدیوهای دیگه ای ما رو نشون میده. بذارید من از اینجا خارجش بکنم. و حالا جمهوری اسلامی بعد از 36 سال برای اولین بار، تا به حال این اتفاق نیفتاده، برای 36 سال بعد از اولین بار شبکه سراسری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اومده ویدیویی رو داره درست میکنه. همون خزعبلات همیشگی خودشونو میگن که آی کشمیری نمیدونم مال سازمان مجاهدین بود. یک سناریویی هم درست کردن، کیف سامسونت رو نشون میدن، کیفی رو برداشت برد گذاشت زیر میز نمیدونم این کیف توش بمب بود، منفجر شد، فلان شد، همه اینها رو میگن. بعد اعلام میکنن که بله، رژیم دولت جمهوری اسلامی از پلیس بین الملل در تمام این سالها خواسته است برای اولین بار از کلمه پلیس بین الملل در کنار انفجارهای تابستون 60 استفاده کردن. و این از اثرات کتاب رفیق آیت اللهه که حالا خامنه ای به جای اینکه جواب بده برای چی هیچ وقت از پلیس بین الملل نخواستن که برن کشمیری و کلاهی رو دستگیر بکنن، حالا اومدن دارن دروغ میگن که نه، ما توی تمام این سالها خواسته بودیم ولی دولت‌های غربی هیچ وقت نرفتن این کار را بکنن. پلیس بین الملل دولت‌های غربی و اینها نیست، یک سازمان بین المللیه که کشورهای مختلف عضوش هستن، از جمله ایران، از دوران شاهنشاهی ایران عضو رسمی پلیس بین الملل هست و بسیاری از کشورهای دنیا، تقریبا همه کشورهای دنیا عضو پلیس بین الملل هستن، دارن باش همکاری میکنن. و این نیست که یک گروهی از کشورهای غربی در پلیس بین الملل دست داشته باشند که جمهوری اسلامی یک همچین تصوراتی رو داره. و حالا سیاست پاک کردن صورت مسئله رو و عوض کردن صورت مسئله رو پیش گرفتن که بگن نه نه نه، ما خواسته ایم اما سیاست غربی ها بوده که نمیخوان کمک بکنن که ما بخوایم بریم و کشمیری و کلاهی رو دستگیر بکنیم. مهدی حسینی میگه رفیق آیت الله شاهکار قرن 21، لطف داریم، مرسی اینقدر ماساژ غروری به ما ندید که به اندازه کافی سیاوش و شمشیرش مغرور هستند. حالا توی همین راستا درباره این بمبی که حالا ویدیویی که جمهوری اسلامی پخش کرد و نشون میده که بمب رو توی یک کیف سامسونیت یه نفر یواشکی برداشته آورده. مرسی از اهورا نورزاده عزیز که هشتگ جنبش قانون اساسی رو گذاشتی. من این وسط یادم رفت دوستان شیر نکردید، انقدر همیشه هیجان زده میشیم هممون که فراموش میکنیم که شیر بکنیم. لطفا رو صفحات خودتون همین الان که دارید میشنوید، رو صفحات فیسبوک خودتون شیر بکنید این گفتگو رو تا ما دوستان بیشتری رو بتونیم با خودمون داشته باشیم. و دعوت بکنید دوستاتون رو که صفحه امیرعباس فخرآور رو توی فیسبوک بیان و لایک بکنن. شیر کردن رو فراموش نکنید. این زیر میخوام ببینم که اگر حرفایی رو میزنیم که جای دیگه ای در رسانه‌های فارسی نمیشه نوید، لطفاً کمک بکنید بقیه دوستانتونم بتونن بیان و این حرفا رو بشنون. روی صفحه اینستاگرام رفیق آیت الله من مطلبی رو گذاشته بودم پریروز که این مطلب رو اتفاقا جالب بود که ناشر کتاب رفیق آیت الله آقای بیژن خلیلی عزیز مطلب رو فرستاده بودن. اجازه بدید من روی صفحه پیدا کنم اینستاگرام رو ببینم در کجای دنیا هست.
که روی صفحه تلگرام ببخشید گفتم تلگرام کتاب رفیق آیت الله. اجازه بدید مطلبی که گویا نیوز آورده گذاشته، البته از بذار ببینم از کجا منتشر کرده، خبر آنلاین، از البته سایت های جمهوری اسلامی گذاشتن این رو، و فائزه عباسی گفته که حسن کامران نماینده مردم شهر اصفهان در مجلس شورای اسلامی در ادوار 4، 5، 7، 8، و 9 که برای مجلس 10 نتونست رأی بیاره و به مجلس بره، و الان دوباره البته نماینده مجلس هست، گفته که از طریق رأی‌گیری میان دوره‌ای دوباره وارد مجلس شد. حسن کامران دستجردی توی 8 شهریور 1360 که رجایی و باهنر اونجا کشته شدن، حسن کامران هم دستگیر شده بود، 2 زندانی بود، بعد که پرونده مسکوت اعلام میشه و موسوی خوئینی‌ها و سید ابراهیم رئیسی به کمک خامنه‌ای میان و پرونده رو مسکوت اعلام میکنن، یعنی نه مفتوح نه باز نه بسته، در واقع نه مختومه بلکه مسکوت، یعنی پیگیریش نکنید، کاری باهاش نداشته باشید با این پرونده. و همینجور این پرونده از 1365 تا الان 31 ساله که این پرونده در وضعیت مختومه باقی مونده. پرونده انفجارهای تابستون سال 60، کشته شدن بهشتی، و به قول رژیم جمهوری اسلامی 72 تن از یارانش که البته بسیار بیشتر هم بودن، که خیلی از مسئولین جمهوری اسلامی مثلا کشته شدن اونجا، بعد رجایی و باهنر تو انفجار بعدی کشته شدن، بعد قدوسی کشته شد. تمام این انفجارها رو که تو کتاب رفیق آیت الله اثبات کردم تمامش کار خامنه‌ای و تیمش بوده، و اسامی تک تک کسانی رو که تو انفجارها نقش داشتن رو هم حتی گفتم. حالا الان دربارش میگن که خود حسن کامران میگه من استقبال میکنم این پرونده دوباره باز بشه. میخوام یک بخشی رو بخونم از پرسش و پاسخی که بین اینها رد و بدل میشه. خبرنگار سوال میکنه از آقای حسن کامران، این مطلب توی رسانه‌های جمهوری اسلامی منتشر شده، میگه شما به آقای کشمیری که حداقل در این جریان به جعبه سیاه واقعه معروف است اشاره‌ای داشتید، چطور این فرد وارد سیستم شد؟ چرا منافقین بعد از این واقعه مسئولیت ترور را رسما به عهده نگرفتن؟ ببینید اینا همه سوالهایی که توی کتاب رفیق آیت الله پرسیده شده و حالا برای خبرنگارهای داخل کشور همه اینها سواله. هر جا دسترسی به مسئولین جمهوری اسلامی پیدا میکنن میرن از اونها این سوال، هیچ وقت این سوالات تو سطح جامعه وجود نداشته، حالا خبرنگارها دارن میرن از مسئولین این سوالها رو میپرسن. میگه چرا منافقین بعد از این واقعه مسئولیت ترور را رسما به عهده نگرفتن؟ ضمن آن که گفته میشود بمبی که کار گذاشته شده بوده بمبی پیشرفته و ساخت روسیه بوده است. دقت بکنید به سوال خبرنگار و پاسخ حسن کامران. میگه ببینید زمانی که پادگان اشرف به دست ما افتاد، اسنادی از این پادگان به دست اومد که نشان میداد کشمیری از ابتدا اطلاعاتی منافقین بوده است. اول نکته داشته باش، پادگان اشرف به دست ما افتاد، یعنی اینکه عراق دست امریکایی‌ها بود دیگه بعد از جنگ، و به خاطر خیانت اوباما و خروج نیروهای زودرس زود هنگام در واقع نیروهای آمریکایی از عراق، عملاً سپاه پاسداران کنترل عراق رو به دست میگیره و اون کشتاری که توی پادگان اشرف رفتن به جا آوردن، و بعد از اون هم حالا داره حسن کامران رسما میگه پادگان اشرف به دست اطلاعات سپاه پاسداران افتاده بوده. این یه نکته رو داشته باشید، یعنی اینکه عملا آمریکایی‌ها دیگه اونجا کاری نبودن و کاملا توی این قضیه مستقیما پاسداران، سپاه پاسداران بودن که نقش داشتن و مربوط به حوزه اطلاعات بود. در اداره دوم نیز با یک تیمی در ارتباط بودن که بعد به اطلاعات نخست وزیری آمدن. بله، مسئول کشمیری در اداره دوم بوده، نیازی نبود بخوان برن در پادگان اشرف اسناد، چون این اسناد در پادگان اشرف نبود. اسناد حضور کشمیری در اداره دوم در مرکز اسناد انقلاب اسلامی در تهران بود، برای اینکه کشمیری توسط شخص سید علی خامنه‌ای به عنوان رئیس کمیته های انقلاب اسلامی در اداره دوم ارتش
اومده بود، منصوب شده بود، شخص سید علی خامنه ای این کار کرده بود و نیازی نبود اسنادش رو برن از توی اشرف براش بکشن بیرون که به قول آقای کامران بخوان بفهمن اونجا بوده. و لذا این دو مجموعه با هم بودن. من نمیخواهم بگویم این مجموعه ایراد داشت، اما به هر صورت از این طریق کشمیری به اطلاعات نخست وزیری رسید. لازم است بگویم ما در سالهای 60 گزینش خیلی دقیقی نداشتیم. بعد در مورد بحث ساخت بمب روسی حسن کامران سکوت میکنه و میگه ریز موضوعات دیگر در حوزه اطلاعات است که من از آن خبر ندارم. و حالا میبینیم که پرسش های مطرح شده در کتاب رفیق آیت الله توی سطح جامعه ایران اول مقاومت کردن، تمسخر، نوچه های خودشون رو فرستادن بیرون، سعی کردن کتاب رو به واقعا به تمسخر بگیرن و آقای خامنه ای با قایق رفته است، آقای فلان شده است، آقای و یه عده از این مزدوران جمهوری اسلامی خارج از کشور که پنهان بودن، چهره خودشون رو نشون نمیدادن، یه دفعه چهره های خودشون رو نشون دادن و اومدن وسط، شروع کردن دفاع تمام قد از سید علی خامنه ای و کتاب رفیق آیت الله رو چشم بسته بدون اینکه بخونن شروع کردن کوبیدن. اما در نهایت وقتی یک حرفی، یک ادعایی منطق و سند قدرتمندی پشت سر خودش داره نمیتونن مقاومت بکنن. بعد سوالها پیش اومد، سوالهای خیلی بزرگی پیش اومد، از جمله همین سوالهایی که الان دارن میپرسن. بمبهایی که در انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی در هفتم تیر ماه سال 1360 منفجر شد، در دفتر نخست وزیری در 8 شهریور 1360 و در دفتر قدوسی دادستان کل کشور در 14 شهریور 1360 منفجر شد، تمام این بمب‌ها بمب‌های ساخت اتحاد جماهیر شوروی بودند، بمب‌های بسیار قدرتمندی بودند. بعد و اون حجم خرابی که در انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی به بار اومد که هدفش از بین بردن تمام کسانی بود که در ساختمون بودن، خیلی بیشتر از این حرفا بود که بیایم بگیم یکی با کیف با یه چمدون بمب برد تو، نخیر، به پایه‌های تمام ستون‌های ساختمان این بمب‌ها با اصول مهندسی کاملا دقیق بسته شده بود و کار گذاشته شده بود طوری که تمام ستون‌ها منفجر میشه و سقف بتونی به طور کامل روی تمام کسانی که حاضر بودن در سالن بهشتی و تمام اعضای ارشد حزب جمهوری اسلامی فرود میاد، برای اینکه خامنه‌ای بعد همه اینا رو میکشت اگر میخواست توی حزب دیده بشه، چون واقعا محلی از اعراب نداشت اون زمان. و خب کسی که مسئول حفاظت حزب جمهوری اسلامی، محمد علی نظران، فراموش نکنید دست راست سید علی خامنه‌ای بود و مسئول حفاظت حزب جمهوری اسلامی، زیر چشمش تمام این بمب‌ها به اون ستون‌ها بسته شده و تمام ساختمون بمب‌گذاری شده دقیق با بمب‌های قدرتمند روسی. و خب توی کمچین شرایطی حتما رئیس حفاظت در جریان بود که چه خبره. و خب اینکه بعد از این انفجارها رئیس حفاظت، من حالا توی همون برنامه با آقای فلاحتی هم توی صدای آمریکا توضیح دادم که چطور بعد همین آقای محمد علی نظران رو میفرستن دفتر قدوسی و قدوسی هم به همون شکل دوباره منفجر میشه با بمبی درست شبیه بمبی که تو 8 شهریور منفجر شده، و بعد چطور بعد از همه این انفجارها خامنه ای این آقایی رو که مسئول حفاظت تمام این مناطقی بوده که با انفجارها از بین رفتن، خامنه ای این فرد رو میاره میذاره مسئول کل حفاظت تمام سیستم در واقع ریاست جمهوری خودش بعد از اینکه رئیس جمهور میشه، بلافاصله 2-3 ماه بعد از انجام این انفجارها، و بعد از اون هم وقتی رهبر میشه مسئول کل در واقع حفاظت بیت رهبری و تمام ارگانهای نظامی و انتظامی و اطلاعاتی کشور، همین آقای محمد علی نظران رو میذاره که زیر چشمش این انفجارها انجام شده. خب اینها سوالهای خیلی بزرگ. جمهوری اسلامی نمیتونه با ساختن این ویدیوهای احمقانه فرار بکنه ازش و بیا دروغ بگه، بگه ما به پلیس بین الملل گفته بودیم که کشمیری رو دستگیر بکنن. من میخوام از مسئولین جمهوری اسلامی که حالا مطمئنن ارتش سایبری اینجا دارن نگاه میکنن، مطمئنن از صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم هستن که این ویدیوها رو میبینن با توجه به
تعداد بیننده بسیار بسیار زیادی که من از همه شما عزیزانی که نگاه میکنید این برنامه ها رو ممنونم. با حجم زیادی که این برنامه ها داره، لیزا مایر میگه اون مرده که سوئد خودش فعال سیاسی میدونه، ایرج مصداقی فقط یک دلقه که طوری حرف میزنه که دوست صمیمی خامه. خب این ما از این مدل دلقک ها کم نداریم لیزا جان در اپوزیشنمون، و اون فرد هم که من حتی نمیخوام اسمش رو بیارم که بخوام معروفش بکنم، بله این کارها رو کرده بعد در دفاع از خامنه ای، برای اینکه کتاب رفیق آیت الله رو بکنه. و جالبه که 2 سال بعد از انتشار کتاب همچنان هم آتیشش نمیخوابه و همچنان هم به جز و بز برای حمایت از خامنه ای مشغول هست. اما حرف پاره شد، فراموش کردم درباره کدوم بخش داشتم صحبت میکردم. بگذاریم. خلاصه که این پرسش ها رو به این راحتی نمیتونن ازش فرار بکنن و بیان فقط بگن که ما با اینو میخواستم بگم که جمهوری اسلامی با ساختن این ویدیو اومده گفته که ما از پلیس بین الملل درخواست کردیم تو تمام این سالها که بیان و دستگیر بکنن کشمیر رو، اما اونها نکردن. من میخوام جمهوری اسلامی بیاد اون اسناد درخواستش از پلیس بین الملل رو منتشر بکنه تا ما هم ببینیم دقیقاً از چه سالهایی و چه زمانی بوده که از پلیس بین الملل اینها این درخواست رو کرده بودند و به ما نشون بدن، مدارکش رو، اسنادش رو بیان به ما نشون بدن که در کجاها بوده و چه کار داشتن می کردن، چند بار از پلیس بین الملل درخواست کردن، همه اون برگه ها رو نشون بدن و بگن که با سند. توی یه ویدیوی دیگه لطفاً صدا و سیمای جمهوری اسلامی بسازید، تو اون سند، تو اون ویدیو سند ها رو نشون بدید، بگید ما مثلا در سال 1360 بعد از انفجارها که کشمیری از کشور فرار کرد، کلاهی فرار کرد، این طبق این سند، تاریخ سند هم لطفاً نشون بدن، بگن ما از پلیس بین الملل درخواست کرده بودیم. سال 61 رو نشون بدن، 62 رو نشون بدن، 63 رو، پیگیریاشون نشون بدن. من بهتون میگم جواب چیه. هیچ جوابی وجود نداره، برای اینکه مطلقاً هیچ وقت جمهوری اسلامی از پلیس بین الملل این درخواست رو نکرده که کشمیری و کلاهی دستگیر بشن، برای اینکه خود جمهوری اسلامی در نهایت، من بهتون گفتم دو تا احتمال وجود داره. یکی اینکه کشمیری و کلاهی خارج از کشور جزء فرنگی کاران بودن، برای جمهوری اسلامی همچنان مشغول خدمت به خامنه ای بودن، یا اینکه واقعا خودشون هم وحشت کرده بودن از اینکه سر به نیست بشن و تمام ردپاهای خودشون رو سعی می‌کردن پاک بکنن که جمهوری اسلامی نتونه پیداشون بکنه، سیستم‌های اطلاعاتی که بکشنشون. سال گذشته بود که خبردار شدیم که دلیل اصلا اون برنامه‌ای که من توی صدای آمریکا داشتم با مهدی فلاحتی اصلا همین خبر بود که کلاهی رو، محمد رضا کلاهی رو موفق شده بودن نیروهای تروریستای جمهوری اسلامی پیدا بکنن و ترورش کرده بودن در اروپا، اگه اشتباه نکنم در هلند بود، و همچنان دنبال کشمیری حالا دارن میگردن. برخی میگن کشمیری رو کشتن، برخی میگن هنوز کشته نشده ولی دنبالش دارن میگردن. جمهوری اسلامی نمیخواد پلیس بین الملل اینها رو دستگیر و بازجویی بکنه، یه وقت میخواد که این کار اگر قرار انجام بشه توسط خود نیروهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی انجام بشه و اینها سر به نیست بشن، چون قرار نیست اینها بیان واقعیت ها رو بگن که بله مستقیما سید علی خامنه ای بوده که دستور این ترورها رو داشته صادر میکرده. و سامان نوری عزیز از نسخه جدید قانون اساسی سوال کردن، گفتن نسخه جدید قانون اساسی کی آماده میشه، که ممنون سامان نوری عزیز، همیشه روی صفحات مختلف شبکه‌های اجتماعی به من یادآوری میکنه در این مورد، ممنون از یادآوری‌های همیشگیتون و روش داریم کار میکنیم. ما نظرات رو همینجور داریم، نظرات مردم عزیز رو دریافت میکنیم و روش کار میکنیم. رامین نیکوی عزیز میگه کلاهی با مدارک جعلی که خود جمهوری اسلامی براش تهیه کرده بود به هلند اومده بود، این هم نکته بسیار جالبی. رامین جان امکان این که روی خط بیای صحبت بکنی رو داری یا نه؟ اگر میشه اعلام بکن. فروغ عزیز میگه واقعا حیف اینا کشته بشن، اینا باید به عنوان شاهد زنده باشن تا از حقایق. بر من بعضی از کامنت ها رو که طولانیه دیگه کاملشو نمیدونم چرا نمیتونم ببینم.
اجازه بدید من ببینم صحبتایی که می‌خواستم مطرح بکنم در باره. و یه مورد دیگه، آها اجازه بدید این رو هم بگم بعد بریم سراغ این که شما عزیزان رو روی خط بیارم. مدت هاست باهاتون صحبت نکردم و بیارم رو خط که نظر شماها رو هم بشنوم. درباره ابراهیم یزدی، من هفته گذشته توی لس آنجلس تو برنامه‌ای که با برنامه امید جاودان با کشیش رسول عزیز داشتیم درباره ابراهیم یزدی صحبت کردیم. اون رو میتونید روی ویدیوهای یوتیوب ما پیدا بکنید. اجازه بدید روی سه نقطه یا سیمور بزنید، کامنت ها رو میتونید ببینید. سعیمو میکنم الان بزنم. نگین جان مرسی از یادآوریت. دوستان تعداد شیر کردن هاتون کمه، لطفاً تعداد شیر کردن ها رو بالا ببرید. روی صفحات خودتون فراموش نکنید، یه دگمه است زدنش، کاری نداره عزیزم. روی صفحات فیسبوک خودتون لطفاً شیر بکنید که دوستان بیشتری بتونن با ما همراه باشن. امین پیهانی گفته خدا رو شکر سیل و طوفان تمام شد و با اراده کار رو شروع کردی. تموم نشده، اما دلیل نداره که ما تو سیل و طوفان هم کار خودمون رو قطع بکنیم عزیزان. توی هر شرایطی این یک مبارزه است، شوخی بردار هم نیست، تو هر شرایطی ادامه خواهیم داد. درباره ابراهیم یزدی میگفتم، تو همون برنامه هم گفته بودم هفته گذشته تو لس آنجلس، که امروز هم شنیدم برخی از این شبکه‌های لس آنجلسی که میگم من خودم خیلی تلاش کرده بودم اینها رو به راه راست هدایت بکنم اما نشد، همچنان به راه چپ خودشون ادامه میدن با سرعت به سمت دیوار. اومده بودن دوباره داشتن میگفتن آوی ابراهیم یزدی مأمور CIA، حقوق بگیر CIA. شوخی نکنید با تاریخ. توی کتاب رفیق آیت الله ترجمه اسناد و کتاب‌های افسران ارشد کاگبه رو من گذاشتم براتون عزیزان، که رسماً ابراهیم یزدی، صادق قطب‌زاده و مصطفی چمران رو، این مثلث شیطانی چپ رو، اینها رو مأمورین حقوق بگیر خودشون معرفی کردن. من نمیدونم این چه پیچیدگی عجیبی داره وقتی که خود افسران ارشد کاگبه میان تو اسنادشون، تو کتابهای خودشون میان می نویسن که آقا جان حقوق بگیر ما بودن. من نمیدونم این مجریای تلویزیونای لس آنجلسی رو ما با چی جوری باید دیگه بهشون حالی بکنیم که بابا CIA نبوده. اسناد این شکلی رو میبینن نمیپذیرن، بعد بهشون میگه حالا سندتون چی بوده که مثلا آقای ابراهیم یزدی CIA بوده؟ یعنی اسناد وجود داره، خب اسناد رو به ما نشون بدین آقا. شما یک خط سند به ما نشون بدین که ابراهیم یزدی وابسته مثلا به دولت آمریکا بوده، یا مثلا چمران وابسته به دولت آمریکا بوده، یا قطب‌زاده وابسته به دولت آمریکا بوده. خب عقلتون رو کار بندازین، اگر قرار بود اینا وابسته به دولت آمریکا باشن، آیا باید تو خود آمریکا زندگی می‌کردن؟ آیا بعد اینجا مثلا میمدن مثلا آقای چمران میرفت توی شرکت بل، که شرکتیه که بودجه‌های بزرگی هم از دولت دریافت میکنه، دولت آمریکا، مثلا چمران بره اونجا وایسه کار کنه؟ یا این که منطقی باشید، شوروی اینها رو به استخدام خودش در آورده و حتی من توی اون بخش فصل یکی کتاب رفیق آیت الله که درباره این سه نفر اتفاقا اونجا توضیح دادم، وقتی که درباره قطب‌زاده دارم میگم که قطب‌زاده خودش اصلا آرمان چپ تمام وجودش رو گرفته بود در جوانی خودش و میانسالیش، و این آرزوش این بود که بره در سرزمین مادر در اتحاد جماهیر شوروی و اونجا بخواد تحصیلات خودش رو ادامه بده، یکی از آرزوهای بزرگ زندگیش بود. اما مأمور مستقیمی که با، چون هر کدوم از این جاسوس‌هایی که این ور اونور دنیا هستن، اینها با یک مأمور مستقیمی کار میکنن. این سه نفر هم هر کدوم برای خودشون مأمورین مستقیم خودشون داشتن و دارن با GRU، سازمان اطلاعات ارتش سرخ شوروی، کار میکنن. سازمانی که یه جوری مثل اطلاعات سپاه میمونه در برابر وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی. اونایی که میخوان بدونن GRU تفاوتش با کاگبه مثلا چیه، مثل اطلاعات سپاه در برابر وزارت اطلاعات. اگر کاگبه وزارت اطلاعات باشه، GRU میشه اطلاعات سپاه. GRU سازمان اطلاعاتی ارتش سرخ شوروی، این سازمان این افراد رو استخدام کرده بود و بهشون حقوق میداد، به ابراهیم یزدی، به
قطبزاده و به چمران. و حتی وقتی قطبزاده درخواست میکنه میگه من میخوام برم توی اتحاد جماهیر شوروی، میخوام برم توی مسکو فلان، بهش اجازه نداد مامور مستقیمش، گفت تو اگر بیای توی یکی از سرزمین‌های اتحاد جماهیر شوروی تو مهره سوخته‌ای دیگه، ما نمیتونیم ازت استفاده کنیم، ما تو رو توی آمریکا میخوایم. اینا نص صریح کتاب‌های خاطرات افسران سازمان امنیت شورویه. حالا یه عده آدم‌های علامه دهر در لس آنجلس، بیا بهشون حالی کن. آقا CIA نیست، آقا اینا جاسوسای شوروی بودن، آقا این بخشی از کمپین دیس اینفورمیشن و میس اینفورمیشن شوروی ها بود که بیان مأمورین خودشون رو اصلا آمریکایی معرفی بکنن. و حتی دلیل این که قطبزاده اعدام شد دقیقا همین بازی روس ها بود، که همین بازی رو آقای ولادیمیر کوزیچکین، ارشدترین مأمور کاگبه در ایران در سالهای منتهی به انقلاب مارکسیستی اسلامیستی 57 خورشیدی 79 میلادی و بعد از اون توی 5 سال دوران خدمت خودش، کوزیچکین حدود 2 سال رو قبل از انقلاب و 3 سال رو بعد از انقلاب، یعنی تو دوران اوج بحران، کوزیچکین ولادیمیر کوزیچکین ارشدترین افسر سازمان اطلاعات شوروی در ایران بود، در تهران بود، که در قالب دیپلمات داشت کار میکرد. این در کتاب خودش به عنوان مأموریت من در ایران کاگبه، به عنوان مأمور کاگبه، کامل این قضیه رو توضیح میده که چطور مثلا قطبزاده حقوق بگیر شوروی ها بود و چطور وقتی که شوروی ها، حالا خود قطبزاده بعدن با شوروی ها درگیر میشه و درگیریش هم ریشش برمیگرده درست به همون جایی که از مأمور مستقیم خودش در امریکا خواسته بود که بذارید من برم برای ادامه تحصیل شوروی، اونجا آرمان منه، رویای زندگی منه، اونام گفته بودن نه، و بین اینا درگیری شدید ایجاد میشه. مأمور مستقیمش بعدن تو گزارشی که برای GRU مینویسه اعلام میکنه که این خیلی عنصر به درد نخوریه و بهتره ولش کنیم بره، و شوروی ها بعدن قطبزاده رو ولش میکنن. اما چند سال بعد یه دفعه میبینن قطبزاده سر از کنار خمینی درآورده و خیلی شوکه میشن خودشون که این عنصر یاغی حالا کنار خمینی هم نشسته. و بعد وقتی که به تهران میان توی دولت موقت، قطبزاده میاد وزارت خارجه رو میگیره در کنترل خودش و تصمیم میگیره انتقام خودش رو از شوروی ها بگیره برای همون اتفاقاتی که افتاده، و دیگه نمیدونست با چه دم اژدهایی داره بازی میکنه. و قطبزاده اعلام میکنه میگه باید کنسولگری شوروی در رشت در گیلان تعطیل بشه یا تا حد امکان کوچیک بشه، و همینطور در تهران باید کوچیک بشه. تعداد بسیاری از دیپلمات های شوروی رو که حضور داشتن فقط توی این کنسولگری ها حدود 130 نفرشون رو میگه باید اخراج بکنیم. و برمیگرده اعلام میکنه خود قطبزاده میگه من کاملا آشنا هستم که اینها دیپلمات نیستن و دقیقا میدونم تو چه قالبی کار میکنن. دیگه نمیگه چرا میدونم، چون خودش داشته با اینا کار میکرده و تمام روش های اینها رو میدونسته. قطبزاده به جنگ شوروی ها میره و جالبه که شوروی ها درست با همین کمپین دیس اینفورمیشن و میس اینفورمیشن که آقای ولادیمیر کوزیچکین تو کتاب خودش دقیق توضیح میده که چطور ما اومدیم یک بسته کاغذ سفید رو بردیم جاسازی کردیم توی یکی از باچه های تلفن دمه نمیدونم یک پمپ بنزینی در تهران، و بعد یکی از مامورای شوروی که فارسی صحبت میکرد تماس گرفت با نیروهای امنیتی مثلا جمهوری اسلامی و به اینها گفت که آره یک بمبی اونجا کارگزاری شده، یک بسته مشکوک هست، که اینا بیان برن وسط این کاغذهای سفید. یعنی تمام این میگم داستانی که نیست که ما بسازیم. من تو کتاب رفیق آیت الله ترجمه کتاب ارشدترین افسر کاگبه رو گذاشتم که تمام این قضیه رو داره توضیح میده که ما تو این کاغذهای بین لای کاغذهای سفید یک برگه‌ای رو گذاشته بودیم به رمز مثلا، اما رمزش جوری بود که به راحتی قابل بازگشایی بود، که توی اون برگه رمز، توی اون کاغذهای سفید، توی اون باجه تلفن، در کنار اون نمیدونم پمپ بنزین در تهران نشون داده میشد. اون رمز میگفت که قطبزاده مأمور CIA
که این شکلی شوروی میخواست نیروهای امنیتی ایران گول بخورن و به عنوان جاسوس آمریکا ببرن قطب‌زاده رو اعدامش بکنن، تا اینجوری شوروی ها هم انتقام خودشون از قطب‌زاده بگیرن، که درست شد، تونستن انجام بدن این کار رو. حالا گولی که شوروی ها 30 سال پیش داشتن سعی میکردن با این کمپین دیس اینفورمیشن و میس اینفورمیشن و جنگ روانی خودشون بزنن به مثلا مسئولین امنیتی اون زمان رژیم جمهوری اسلامی که امثال قطب‌زاده، این گول رو الان مجریای تلویزیونای لس آنجلسی خوردن، حالا میان اعلام میکنن بله ابراهیم یزدی جاسوس CIA، جاسوس مسلم CIA حقوقی نبود. آقا دست از این بازی ها بردارید. ابراهیم یزدی مامور آمریکایی ها نبوده، قطب‌زاده مامور آمریکایی ها نبوده، چمران مامور آمریکایی ها نبوده، هر سه اینها حقوق بگیران سازمان امنیت شوروی بودن، حالا یا GRU یا KGB توی هر دو فرمتش، که این سه نفر به ویژه با GRU کار میکردن، سازمان اطلاعات ارتش سرخ شوروی. بس کنیم این نادانی های سیاسی خودمون رو، و اگرم نمیدونیم یا حرف نزنیم یا لااقل از کسانی که میدونن کارشناس این کار هستن بپرسیم، چون مسیر تاریخ رو داریم عوض میکنیم. دروغ‌های گنده، بعضیا میگن خب ابراهیم یزدی پس چطور با جنرال هایزر دیدار؟ 100 این رو من تا حالا توضیح دادم. جنرال هایزر میاد به ایران تا وضعیت ارتش ایران رو بررسی بکنه، شوروی ها از مأمور خودشون ابراهیم یزدی کمک میگیرن که حالا کنار خمینی نشسته، به ابراهیم یزدی میگن برو دولت کارتر دولت احمقیه، برو گولش بزن، برو به جنرال هایزر بگو که نماینده دولت کارتره، برو بهش بگو که ما انقلابیون با سفارت آمریکا کاری نداریم، با دولت آمریکا روابط حسنه خواهیم داشت فلان، و بخواه از هایزر که از رهبر از سران ارتش بخواد که سران ارتش الان کودتا نکنن. جنرال هایزر احمق هم گول میخوره، دولت احمق کارتر، دولت مارکسیست و بی تجربه کارتر هم گول میخوره، گولی رو که ابراهیم یزدی در واقع مأموریت خودش رو برای سازمان امنیت شوروی داره انجام میده، این گول رو دولت کارتر میخوره، و تنها ارگانی رو که نگرانش بودند روسها که ممکنه کودتایی انجام بده و انقلابیون رو کنار بزنه، این تنها ارگان رو که ارتش ایران بود عملا به این شکل از کار میندازن. پس اگر نمیدونیم واقعیت ها رو دهنمون رو واز نکنیم، همینجوری پرت کنیم بیرون، از کارشناسان بپرسیم، مطمئنن پاسخهای درستی وجود داره برای این حرف ها. بذارید ببینم چقدر اولا زمان داریم. این داره میگه 52 دقیقه. من نمیدونم فیسبوک درست کرده سیستم خودش رو یا نه که بتونیم این بیشتر از یک ساعت، حالا امتحان میکنیم اگر تا چند دقیقه دیگه به من اگر عزیزانی هستن میخوام بیان روی خط صحبت بکنن که من بگیرمشون، اگر نه این امکان نیست که من دوباره چند دقیقه دیگه شاید بشینم و دوباره شما عزیزان رو بیارم روی خط، که اگر پرسش و پاسخی بذاریم، من مدت هاست پرسش و پاسخ با شما عزیزان نذاشتم که مستقیما بپرسید و داشته باشیم. حالا این چند دقیقه رو هم من اگر دوستانی هستن که میخوان بیان صحبت بکنن من اونها رو بیارم. 7 دقیقه فعلا مطمئنم که وقت داریم، حالا نمیدونم سیستم چیکار کرده. نگین میگه تفکر کنید، محقق باشید و بعد نظر بدید مجریان عزیز لس آنجلس. نگین جان حتما این اتفاق خواهد افتاد، مطمئن باشید. حالا مجریان لس آنجلس رو ول کن، ما سران اپوزیشن خودمون رو چه بکنیم باهاشون، که همه علامه های دهر هستن و متاسفانه در تحقیق نه. سورنا میگه هر کسی جز انقلاب 57 بوده خائن به ایران و ایرانیه، میخواد ابراهیم یزدی باشه، بقیه‌اش رو من نه. بس ببینم نگین گفته بود اگر روی سه نقطه بزنم یه اتفاقی میفته، نه اتفاقی نیفتاد نگین جان، نه افتاد، نشد. فروغ گفته اگر امکانش باشه من یک صحبت کنیم روی خط بگیریم که صحبت بکنن، نمیدونم منظورشون این بود که روی خط صحبت بکنن یا پشت خط میخواستن صحبت بکنن. من اینویتیشن رو براتون فرستادم فروغ جان، اگر میبینی احتمالاً تلفنت رو، اگر نمیبینی باید بچرخونی یا به حالت عمودی یا افقی بگیری که اینویتیشن برات بیاد، و نمیدونم
اگر نرسیده نتونستی بگیری بذار من یک بار دیگه دوباره میفرستم تلفنت رو بچرخون، شاید داره میزنه کانکت شده. درود جناب فخرآور. درود فروغ عزیز، خوب هستین شما؟ متشکر، ممنون، شما خوبین؟ قربون شما. متاسفم واقعا برای این سیلی که اومده اینجا همه رو درگیر کرده. درسته ما نیستیم توی سیل اینا، ولی همه درگیرش هستن و آثارش اینجا هم دیده میشه از غم و غصه ای که مردم دارن. ولی به همکاری و همت مردم آمریکا دقت کردی؟ برخلاف اون چیزی که رسانه‌های جمهوری اسلامی دارن میگن که تو آمریکا سیاها دارن سفیدا رو میکشن، سفیدا سیاها رو میکشن، اونا دارن اسپانیشا رو میکشن، همه دارن همدیگر رو نابود میکنن، لت و پار میکنن، الان آمریکا از هم میپاشه، ولی ما توی این سیل میبینیم که سفیدپوستا پیرمردهای سیاه‌پوست رو بغل میکنن، از وسط آب رد میکنن، زنجیره‌های انسانی رو میبینیم که هر نژاد و فرهنگ و مذهب و هیچ کس از هیچ کس نمیپرسه تو مذهبت چیه، رنگت چیه، تو بهایی هستی، نمیدونم نجسی، تو یهودی هستی، باید نابود بشی، تو فلانی. ما از این چیزا نداریم، همه انسانن، به هم کمک میکنن و یک عشق و محبتی رو ما شاهد بودیم، مخصوصا توی اینجور فاجعه های طبیعی ما شاهد اینجور و عشق و محبت انسان ها به حیوانات، چیزی که درست نقطه مقابل اون تبلیغاتیه که جمهوری اسلامی داره علیه جامعه آمریکایی میکنه. من امیدوارم یک روزی با کنار رفتن رژیم جمهوری اسلامی مردم ایران هم اون خوی و خصلت ایرانی خودمون رو دوباره بتونیم نشون بدیم به دنیا که ما هم کمی نداریم از عشق و محبت. از اینا خیلی حرف زدم، بگو. خواهش کنم، ولی خب دقیقاً حقیقت رو گفتیم. ولی خب جمهوری اسلامی کدوم حرفش درست بوده که بخواد این حرفاش درست باشه؟ متأسفانه یک حرف راست ما از جمهوری اسلامی تا به حال نشنیدیم. این حرفاش هم به پای همون دروغایی که همیشه گفته و ادامه میده و امیدوارم دیگه آخرای دروغگوییاش باشه. جناب فخرآور، من صحبت رو فقط کوتاه میکنم چون میدونم وقت کمه. فقط یک سوالی از شما داشتم. من خب هنوز موفق نشدم کل کتاب رفیق آیت‌الله رو بخونم متاسفانه و فقط فصل 10 رو خوندم. نه من این حرفو نزدم بخوام گله کنم اصلا آقای فخرآور، فقط خواستم عنوان کنم که من فقط فصل 10 رو خوندم و فقط از همون اطلاعی که از فصل 10 دارم و میخوام بپرسم از شما که جناب فخرآور، ما توی فصل 10 دیدیم و خوندیم که شوروی چقدر منظم، چقدر آهسته داره ریشه هاش رو توی ایران، در جای جای ایران، حتی در دور افتاده ترین نقطه ایران داره ریشه میده و متاسفانه خیلی منظم این کار رو انجام داده و دیدیم که شاید نزدیک 80 سال، شاید هم بیشتر این داشته این کار رو میکرده تا اینکه در سال 57 به اون هدفی که خواسته رسیده. خب آقای فخرآور، ما حالا به امید خدا، به امید تمام کسانی که دارن توی این راه قدم برمیدارن، جمهوری اسلامی را کنار زدیم و حکومتی آوردیم که حتی بهتر از امریکا، از این بالاتر دیگه نیست. اگر ما این کار رو کردیم، ولی چه تضمینی هست که دوباره شوروی یا روسیه یا الان این کار رو نکنه، دوباره نیاد قدم به قدم توی جای جای ایران بخواد ریشه درست کنه دوباره؟ و ما خب دیدیم که خیلی شوروی خیلی صبورانم کار میکنه و اصلا عجله توی کاراش نداره. از الان بخواد برنامه‌ریزی کنه برای متأسفانه شاید 100 سال دیگه، حالا شاید ماها نباشیم، ولی به هر حال یه کسی که داره حکومتی رو پایه‌گذاری میکنه بعد به فکر آینده حتی شاید صدها سال دیگه اش هم باشه. این چه تضمینی آقای فخرآور که دوباره شوروی یا روسیه الان این کارو نکنه؟ یعنی واقعا یه کابوسه برای همه که باز بخواد دوباره این روند طی بشه. ببین فروغ عزیز، اصلا تردید نکن که اونها این کارو خواهند کرد، نه شوروی، نه حالا روسیه فعلی، نه فقط فرانسه، آلمان، نمیدونم ایتالیا، انگلستان، ایالات متحده آمریکا، چین، همه ای کشورها، مطمئن باش همه به دنبال این خواهند بود که نه فقط توی ایران، در هر کجای دیگه که میتونن، هر چقدری که میتونن دست ببرن بدزدن. این اصول دیپلماسی بین المللی که دارن میگن اینا همش یعنی تهش یه جور بازی توش هست، ولی آخرش اینه که هر کی هر کیو بتونه به چاپه ببره این کار میخواهند کرد. بستگی به هوش ما داره، توانایی ما داره که جلوی این کار رو چجوری بتونیم بگیریم، و مهمتر از همه بستگی داره به قانون اساسی که ما برای کشورمون می‌نویسیم. یعنی ایالات متحده آمریکا توی قانون اساسی که نوشته، خب
آمریکا تارگت شماره یک دنیاست، هدف شماره یک دنیاست. یعنی تمام کشورهای دنیا دوست دارن توی همدیگه نفوذ داشته باشن، اما همشون با هم دوست دارن توی آمریکا، چون شماره یکه، دوست دارن توی آمریکا نفوذ کنن. و چرا این کشور تونسته بیش از دو قرن در واقع دموکراسی خودش رو حفظ بکنه؟ برای قانون اساسی محکمی که داره، که در نهایت با وجود همه این نفوذهایی که میشه، قانون اساسیه که یک جایی میبینید چقدر قشنگ میتونه استاپ بذاره جلوی دست درازی ها و خیانت ها. ما اگر با یک قانون اساسی مقتدر و محکمی جلو بریم و نسلی از سیاستمداران هوشمند رو تربیت بکنیم، مردم بسیار باهوشی داریم، ولی متاسفانه احمق ترین هامون حاکم هستن در ایران امروز ما. و برخلاف چیزی که مردم فکر میکنن، اینا خیلی باهوشن، اتفاقا باهوش نیستن، بسیار نادونن، بسیار نادونن. و من نگران زمان هستم، یک ساعت رو رد کردیم، فکر میکنم فیسبوک اون مشکل رو حل کرده خوشبختانه، شاید از پا قدم شما باشه، اما مشکل حل شده. حالا با خیال راحت ببینیم تا کجا میبندنش، ولی ادامه بدیم بحث رو. و به هر صورت بحث سر این بود که ما خودمون باید همیشه مراقب باشیم، و اون قانون اساسی بسیار محکمی که داریم ازش حرف میزنیم، اون قانون اساسی خیلی خیلی اهمیت حیاتی برای ماها داره، برای اینکه هر کاری میخوایم برای ایران آیندهمون انجام بدیم، اون چارچوبیه که میخوایم میتونیم در قالبش انجام بدیم. اگر میخوایم سیاستمدارهای آیندهمون رو تربیت بکنیم، باید اونها رو آشنا بکنیم. من امروز داشتم یکی از ویدیوهای قدیمی رو نگاه میکردم، مال محاکمه تیمسار رحیمی و توی دادگاه، و دیدم حرف از قانون اساسی داره میزنه و میگفت آره میدونم قانون اساسی ما نیم بند هست، کامل اجرا نشده، قانون اساسی مشروطه اصلا قانون اساسی کاملی هم نیست، فلان نیست. ولی همینقدر که پیش خودم گفتم نگاه کن، ما مردانی رو داشتیم، سرانی رو داشتیم اون زمان که مفهوم قانون اساسی رو درک میکردن. چیزی که الان شما برو پیش مسئولین جمهوری اسلامی، برو پیششون بگو قانون اساسی، یعنی من بدون تردید میتونم بهتون بگم تنها کسی که من دیدم بین همه اینا مفهوم قانون اساسی رو درک کرده احمدی نژاده، که اخیراً اومده حرف از قانون اساسی داره میزنه و تغییرات در قانون اساسی اینا، که حسابی که با چوب همه زدنش فهمیده قانون اساسی یه چیز ارزشمندیه. و این چیزیه که ما باید روش کار بکنیم، و خیلی خوشحالم که عزیزانی مثل تو رو داریم توی کنگره ملی ایرانیان، و دیگه حالا یواش یواش توی مدیریت کنگره ملی ایرانیان، که میتونیم دست به دست هم دیگه کمک بکنیم تا هرچه بیشتر کادرسازی بکنیم در واقع برای تربیت سیاستمداران هوشمند با هویت، با اعتماد به نفس، که اینها درک درستی از اصول بین الملل، از قوانین بین الملل، از دیپلماسی بین الملل داشته باشن. و اصلا فکر نکنید برای اینکه دیپلمات باشیم ما باید یک دوره‌هایی رو بگذرونیم، کلاسی رو بگذرونیم، نه، همینقدر که ما در جریان آخرین تحولات روز قرار می‌گیریم، همینقدر که ما تحلیل درستی از شرایط پیدا می‌کنیم، همینقدر که با قوانین بین‌الملل آشنا می‌شیم، همینقدر که احترام به همدیگر رو درک می‌کنیم، ما دیپلمات‌های خیلی خوبی می‌تونیم باشیم. حالا فکر بکنید مثلا شما، کسایی مثل شما، مثل نگین، مثل مهدیس، مثل اهورا، مثل ناهید، مثل رامین، بچه هایی که الان توی تیم مثل سانا، من حالا بچه هایی اسماشون یادم بیاد، ایوب، سهند، فرهاد، حافظم یاری بکنه، حالا عزیزانی که حافظم یاری نکرده ببخشید، اینا که الان داریم دست جمعی، غزاله، خیلی های دیگه که الان داریم همه با هم کمک میکنیم برای اینکه این چرخ کنگره ملی حرکت بکنه. فکر کنید شماها مثلا یک جایی باشید در یک مجلسی، دیپلمات‌های جمهوری اسلامی هم اونجا نشسته باشن. من بهت قول میدم دیپلمات‌های جمهوری اسلامی وقتی تو مجلس شام بشینن جایی با این خارجی‌ها، چون اینا تربیتشون از بچگی تربیت‌های درست و حسابی نیست، یعنی شما می‌بینی تمام هیکلشون غذا رو خواهند ریخت، شما می‌بینی حتی بلد نیستن
چطوری با ادب غذا بخورن، با ادب آب بخورن، با ادب حرف بزنن. وقتی تو صورتتون صحبت میکنن تف میپاشه تو صورتتون، پرسونال اسپیس ها رو رعایت نمیکنن، بوی گند دهنشون، بوی جورابشون، بوی بدنشون که هموم نمیدونه بدن. یعنی یک اصول اولیه انسانی رو این مسئولین جمهوری اسلامی حتی نمیتونن رعایت بکنن. شما تو مجلس جمهوری اسلامی پا میذارید، من یکی دو بار رفته بودم، حالا ما مجلس اصلاحات بود تازه میرفتیم سر، یعنی بوی گند میاد، اصلا آدم باورش نمیشه. بعد و حالا راه دور نریم، تو نمازخونه های خود اینا میرن با هم نماز بخونن، جز بوی جوراب، حالا هر چی هم گلاب بپاشن روش، بو گند جوراب خفت میکنه. و حالا فکر کنید شماها یه ور باشید، اونا یه ور، مطمئنن شماها به قول خارجی ها بای فار دیپلمات های خیلی بهتری برای معرفی ایران، یک ایران متمدن و با فرهنگ به دنیا خواهید بود. حالا بماند که تیم، حالا بچه‌هایی که با کنگره ملی دارن کار میکنن، اینو من کنگره ملی رو اسم میارم چون ما یکی از کارهامون کادرسازی اصلا هست، ما برای ایران آینده داریم کادرسازی، یعنی ما به این فکر نمیکنیم که آیا میشود جمهوری اسلامی را برداشت یا نه، ما داریم روی این کار میکنیم که بعد از برداشته شدن جمهوری اسلامی چه کسانی باید در مسند امور بشینن. و همه برای بچه هایی که کنار این مجموعه کنگره ملی ایرانیان هستن، همه اینها بچه هایی هستن که تو مسند خواهند نشست. تنها کسی که تو مسند نمیره خود منم، که از همه تون خدافظی میکنم تو روز آزادی ایران و محو میشم، دیگه هم اجازه نمیدم هیچ کس پیدام بکنه، میرم دنبال زندگی خودم رو نوشتن و نقاشی کردن. ولی خب این که تجربه فرخ و شما دادین کنگره رو راه میبرین که اصلا نباشید، خب یه جورایی میلنگه، یعنی نه خیلی بده، نباید بلنگه، مشکل خودتونه، یعنی باید یاد بگیریم که ببینید ما با شخصگرایی تمام این سالها مبارزه کردیم و وقتی میگیم جنبش قانون اساسی، رهبر شما من نیستم، من چی کارم این وسط، من خودم دنبال روی یک چیزی هستم، یک رهبری هستم به اسم قانون اساسی، همه ما دور قانون اساسی جمع شدیم، یک قانون اساسی پیشنهادی مدرنی که امروز اتفاقا من خوشحالم توی اپوزیشن داریم میبینیم و میشنویم. من چند روز پیش شنیدم که ابوالحسن بنی صدر قانون اساسی خودش رو آورد ارائه کرد و درباره شروع کرد صحبت کردن، و بنی صدر صحبت از این کرد که ما در زمان انقلاب یک فاکتور بسیار بزرگی رو کم داشتیم، اون هم قانون اساسی پیشنهادی بود. ببینید اون مقاومتی که از طرف چهره های شناخته شده اپوزیشن با ما میشد وقتی داشتیم کنفرانس 17 می رو میذاشتیم برای معرفی پیشنویس قانون اساسی، بیانیه ای صادر شد مثلا از طرف رضا پهلوی که اومد اعلام کرد که به هیچ عنوان نباید خارج از کشور نمیدونم قانون اساسی نوشته بشه، باید این قانون اساسی در ایران بعد از تغییرات فلان. اما ما دیدیم بعد از اینکه آشنا شدن حرف ما چیه و نیاز به قانون اساسی پیشنهادی رو درک کردن و قانون اساسی پیشنهادی ما رو خوندن، ما دیدیم هم در بیانیه رضا پهلوی اومد نشست، قانون اساسی، نوشتن یک قانون اساسی جدید شد یکی از اصول اولیه کارهای ایشون، هم بنی صدر اومد قانون اساسی پیشنهادی خودش رو نوشت، هم ما در مجاهدین دیدیم که مجاهدین حالا دارن قانون اساسی پیشنهادی خودشون رو می‌نویسن، و در بسیاری دیگه از نقاط توی اپوزیشن مشغول نوشتن قانون، من شنیدم حتی اصلاح طلبان هم مشغول نوشتن قانون اساسی پیشنهادی خودشون شدن، که این حرکتیه که کنگره ملی ایرانیان شروع کرده و ما سند رو جلوی خودمون داریم. حالا این سند پیشنهادی ماست، جلوی مردم میذاریم و همونجوری که از مردم میخواییم بیان این رهبر رو دنبال بکنن، خودمون هم همین رهبر رو دنبال میکنیم. یعنی من هم فروغ جان همتراز شما، نه بالاتر نه پایین‌تر، نه رئیس نه مرعوس، همه ماها با هم در کنار هم. جنبش ما احتیاج به رهبری جز قانون اساسی نداره، همه ما با هم در کنار هم حرکت میکنیم، همه ما با هم احتراممون رو به این سندی که همه با هم پذیرفتیم نشون میدیم، و هر جا هم قراره کسی به ما دستوری بده، اون سندی که پذیرفتیم به ما دستور میده. هیچ کدوم ماها در این جایگاه نیستیم، طبق همون سند، طبق اصل اول اون سند
همه ما با هم برابریم و هیچ کس بر دیگری کوچکترین برتری نداره. این مسیریه که پدران بنیانگذار ایالات متحده آمریکا 200 و اندی سال پیش طی کردن، جواب گرفتن، نتیجه گرفتن و مطمئنن ما هم نتیجه میگیریم. اتفاقا فروغ جان، این که من میگم فردای آزادی ایران اصلا من رو کسی پیدا نخواهد کرد، یک محکی هم هست برای همین جنبشمون که ببینیم آیا جنبش قانون اساسیمون یک جنبش واقعیه که قائم به فرد نیست، یا یک جنبش دروغیه، یک جنبشی که یک دیکتاتوری جدید رو میخواد بیاد بنا بکنه. برای همین فکر میکنم این فرصت رو بدیم که این محک هم زده بشه. نمیدونم نه فروغ فریز شده و قطع شد، حالا نمیدونم اگر تونست دوره بیاد بالا. من بگیرمش، نمیدونم ببینم میتونم ببینم این پایین ها چقدر کامنت ها جا مونده، این زیره داره بیدار. بحث بسیار خوبی هم پایین میبینم بین دوستان هست، غزاله و ماری پارسای عزیز درباره قانون اساسی مشروطه. اتفاقا توضیحاتی که غزاله داره میده توضیحات بسیار خوبیه. شروین ملکی میگه پرسش داره. شروین جان میخوای بیارمت روی خط ببینم میتونم بگیرمت؟ من او نه نمیده به من. شروین نمیتونم تو رو روی خط داشته باشم، پرسشت رو بنویس من همینجا پاسخ بدم. من فروغ رو نمیدونم، فروغ اینترنتش قطع شده، شارژ گوشیش تموم شده یا چه اتفاقی براش افتاده. دوستان لطفاً شیر بکنید، حالا که فرصت پیش اومد و تونستیم این رو ادامه بدیم این رو شیر بکنید. من حالا تا فروغ بتونه دوباره بزنه کامنت رو بذارید، من توحید عزتی رو که گفته میخواد صحبت کنه، توحید جان برات اینویتیشن رو فرستادم، تل